بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند یکتای بی همتا سلام شاگردای خوب ان که همه شما جور و صحتمند باشید و در کنار خانواده هایتان درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید و با قلم و کتاب و کتابچه با ما همراه شده باشید خب ما و شما در سومین جلسه از مضمون بیولوژی صنف هشتم فصل دوم با یکدیگر آغاز می کنیم در این فصل ما با زندگی وایرس ها و فنجی ها و بکتری ها آشنا خواهیم شد و این موجودات از نظر بیولوژیکی مورد مطالعه قرار میدیم اما در ابتدا یک مرور یا در قالب ارزشیابی از درس گذشته ما و شما باید داشته باشیم اگه درس گذشته را به خوبی خوانده باشید که انشاءالله همین طورم باشه به این سوال ما به خوبی باید پاسخ بدیم سوال اول یوگلنا چیست؟ یوگلنا را باید به خاطر داشته باشید و بدانید که یوگلنا, یوگلنا به کدام عالم موجودات تعلق داشت سوال دوم آرکی باکتری ها و یو باکتری ها در چه محیط های زندگی می کردن؟ یکی از اینها در محیط های خیلی سخت و دشوار بود و یکی دیگر در محیط های مانند آب و خاک زندگی می کرد. آفرین به شما که اینا سوالا را به خوبی پاسخ میدید. سوال سوم انواع پروتستا نام ببرید. پروتستا ما به گروپ گفتیم پروتستای نبات و حیوان که ان اینا را نامشان هم و با ویژگی های از اینها در درس های بعدی آشنا خواهید شد. سوال چهارم نام دو نوع فنجی را نام ببرید. دونوفنجی که در جلسه گذشته ما و شما یکی از اونا چی بود؟ پوپنک بود یا همو کپک نان بود او یکی دیگه چی بود؟ آفرین سمارق که به خوبی اونها را در جلسه گذشته با یکدیگر خواندیم. نسل جدید ما در ابتدا با وائر ها آشنا میشیم وایرس ها یک گروهی از موجوداتی هستند که ما اونها را نه جزء جانداران زنده و نه جزئی از جانداران غیر زنده حساب میکنیم چون ای یک ویژگی خاصی داره که امروز ما و شما به اون ویژگی خواهیم رسید اما ما و شما ببینیم این وایرس را چرا نام از اینا رو وایرس گذاشته؟ وایرس اصلاً به چه معنایی هسته؟ وایرس از کلمه لاتین به نام وینوم گرفته شده وایرس از کلمه وینوم به معنای یک مایه زهری که به عنوان وایرس یاد میشه این وایرس ها بسیار خطرناک هستند برای همین از کلمه ونوم گرفته شده همون مایه زهری هستند وایرس ها مانند بکتری ها نیستن که بعضی از اونها مفید باشه و بعضی ها مضر باشه وایرس ها به طور کل همه برای موجودات زنده چه حیوانات و چه نباتات مزر هست و ایجاد امراض مختلفه میکنه وایرس ها از نظر اندازه چقدر هسته؟ وایرس به میکروسکوپ نوری دیده نمیشه. ما اگر وایرس ها را بخوایم ببینیم باید از مایکروسکوپ های الکترونی استفاده بکنیم. وایرس ها نسبت به بکتری ها خوردتر و ریزتر هسته. وایرس میتوانه بکتری ها را آلوده کنه. از نظر اندازه و از نظر جسامت از بکتری ها خوردتر هسته. حالا بریم و این وایرس ها را بیشتر از نظر شکل از نظر ساختمان و امراضی که برای ما و شما ایجاد میکنه را بخوانیم و بررسی بکنیم و با آنها بیشتر آشنا شویم برای اولین بار وایرس در یک نباتی به نام نبات تنباکو کشف کردن این وایرس در این نبات ما ایجاد یک بیماری کرد در این تصویر شما در از این قسمت وایرسها ها را میبینین که این وایرسها ها عکس از اینا با مایکروسکوپ الکترونی گرفته شده و در از این قسمت تصویر ما و شما گیاه یا نبات تنباکو را میبینین این نبات تنباکو برگ از اینا وقتی که وایرس از وارد از گیاه تنباکو بشه در برگ از اینا ما و شما لکه های زرد میبینیم یک سری لکه های زرد که بسیار زیاد هسته و یک امراض نباتی به نام موزایی که تنباکو را برای ازی گیاه ایجاد میکنه خب این را برای ازی گفتم تا شما به اهمیت وایرس ها در نباتات هم برسیم اما ساختمان وایرس ها وایرس ها ساختار بدن از اینا به چه شکلی هست هر موجودی برای خودش یک ساختار مشخص داره چی تک هجروی باشه و چی چندین هجروی باشه وایرس ها که جانداران تک هجروی هسته برای ساختار ویژه و مخصوص خودشان داره ساختار یک وایرس را ما به دو قسمت تقسیم می کنیم ساختار وایرس ها این وایرس ها دارای دو بخش هستند یکی تحت به نام بخش خارجی و یکی به نام بخش داخلی بخش خارجی وایرس ها منظور همو پوشش ها هسته که باز تصویر رو شبه برای شما نشان میتیم اینا دو نوع پوشش داره پوشش های از اینا یا پوشش پروتئینی هسته که تحت عنوان کپسیدها گفته میشه و یا یک پوشش لیپیدی یا شهمی گفته میشه پس وایرس ها دو پوشش داره یکی پروتئینی و یکی لیپیدی بخش داخلی وایرس ها همون ماده وراثتی از اینا هسته که میتونه یا دی این ای باشه یا آر این ای باشه ما و شما و حیوانات در تک تک حجرات بدنمان در داخل هسته از اونا ماده وراستی داریم به نام دی ای و آر ای اما ویروس ها یا دی ای داره یا آر ای داره اینا چی هسته؟ ایشالله در سالهای بعد با اینا بیشتر از نظر ساختمان کیمیاوی آشنا میشیم همینقدر بدانید که اینا ماده وراستی هر موجودی هست چه نبات باشه، چی حیوان باشه، چی بکتری باشه، چه ویروس باشه، همه یک ماده وراستی دارن. ویروس ها یا یکی از اینا رو داره، یا دین ها رو داره، یا آرین ای را داره. اما ویروس ها به چه شکلی هسته؟ شکل از اینا چگونه هسته؟ و آیا همه از اینا یک شکل یا شکل متفاوت داره؟ به شما ما امروز میگم. ویروس دارای دو بخش بود یکی بخش پوششی که در خارج هسته که یا پروتئینی هسته به نام کوپسید و یا لیپیدی در شکل به خوبی مشخص میشه این بخش بیرونیش لیپیدی هسته یا شهمی هسته و بخش داخلی ازی از نظر کیمیاوی پروتئینی هسته در داخل داخل در مرکز از یک رشته هایی را شما میبینین که دراز و در هم پیچیده هسته ای همو ماده وراستی هسته که این ماده وراستی میتونه آر ای باشه یا دی ای باشه بر حسب از که ویروس ما دی ای داره یا آر ای و شکل از او ما انواعی از وایرس ها را میبینیم اولین نوع شکل وایرس ها وایرس های کروی شکل هسته وایرس هایی که تقریبا شکل از اونا گرد هسته خب این وایرس ها در دو بیماری را ما برای شما مثال میزنم یکی ویروس ایدز است که بیماری ایچ آی وی را ایجاد میکنه و یکی ویروس آنفولانزا هسته که همو سرماخوردگی را برای ما و شما به وجود میاره هر دو از این ویروس ها از نظر شکل کروی هسته تقریبا گرد هسته و ماده وراثتی از اونا از نوع آر ان ای هسته این ویروس ها دیگه دی ای نداره خب در امتحان یا ویروس ها را از نظر همی واده وراثتی سوال میکنه از شما شاگردا و یا از نظر شکل از اونها اگه برای از شما برای سوال بده یک ویروسی که شکل کروی داره را شما نام بگیرید شما باید در یاد ویروس ایدز و ویروس آنفولانزا بیفتید این دوتا ویروس از نظر شکل کروی هسته و از نظر ماده وراثتیشان ار آدار هسته ویروس بعدی یا وایرس بعدی ما ویروسی هست که همون بیماری مزایک تنباکو ایجاد میکرد این ویروس جزوی خانواده ی ویروس های میله ای شکلن اینا شکل میله دارن یعنی شکلی شبیه همین قلمی که در دسته از ما هست در بیماری مزایک تنباکو که در نبات تنباکو هم بود وایرس میله ای شکل داره این قسمت هایی که در تصویر شما میبینین یک دانه دانه در دا بیرون هسته همو کبسیت هسته همو پوشش پروتئینی هسته بعضی از وایرس ها فقط پوشش پروتئینی داره بعضی های دیگه علاوه بر پوشش پروتئینی یک پوشش لیپیدی دیگه هم داره که با جزئیات از اونا به غیر در سالهای بعد بیشتر آشنا میشیم حالا در این تصویر برای شما از یک موقعیت تصویر گرفته شده که شما آر ای داخل ازیره به صورت یک فنر میبینین که از داخل ازی برآمده در بیرون از این یک دانه های را مشاهده میکنین که بعضی دانه ها چی میگفتن آفرین دانه های کپسید یا دانه های پروتئینی که همو پوشش پروتئینی را می سازه پس وایرس ها را تا به زینجی دو تا شکلش را یاد گرفتین یا شکل کروی داشتن یا شکل میله ای داشتن حالا یک باکتری دیگر من برای شما نشان بتونم که شکل عجیب قریب تر و پیچیده تری داره ای وایرس هایی هسته که شکل از اونا را تشبیه کرده به لاروای بقه به لارو یک بقه هسته همینطور چند تا پنجه یا چنگال هم داره ای وایرس ها وائرس های مخصوصی هسته که ما به زینا باکتریوفاج میگیم اما تو که شکل ازی با او دو گروپ دیگه متفاوت هسته این وایرس ها از نظر کار و تاثیری که در موجودات زنده داره هم متفاوت هستند وایرس های باکتری و هستند که باکتری ها را آلوده می کنند هست در ابتدای درس امروز ما برای شما گفتم باکتری کوچیک بود یا ویروس آفرین ویروس ها کوچکتر و خورتر از باکتری ها هستند که طوری که ای ویروس وایرس ها می توانند باکتری ها را آلوده کنند حالا ما و شما می خواهیم ببینیم چطور آلوده می خود ازی این ها به با داخل باکتری ها نیاز نیست خودش در دا داخل از اینا باره بلکه همون ماده وراثتی را که گفتیم نام بردیم که یا دی ان ای هست یا آر این ای هسته او را به داخل ساختار باکتری وارد می کنند و باکتری ها را آلوده می حالا ما نحوه آلوده شدن بکتری ها را برای شما در پای تخت نشان میدیم که این چگونه آلوده میشه این یک بکتری باشه بکتری ها هم برای خودشان مانند موجودات زنده دیگه یک ماده وراثتی داره این ماده وراثتی یک بکتری باشه یک وایرس همین وایرسی که شبیه به لارو بقه بود میه و خود به با سطح باکتری میچسپانه وقتی خود به با سطح باکتری چسبان همون دی داخل خود یا همون آر ای خود به با داخل باکتری تزریق میکنه میفرسته به داخل ازی حالا این باکتری ماست ما این شکل کوشش کنم تا خوب برای شما بکشم این رنگ زرد همه ماده وراثتی خود بکتریه این قسمتی که برای شما میکشم ماده وراثتی همه وایروس ما هست خود وایروس در بیرون میمانه ماده وراثتی خود به داخل بکتری تزریق میکنه این ماده وراثتی از که یا دی ان ای یا آر ان ای هست میآید و به ماده وراثتی بکتری میچسبه حالا ما به زی بکتری میگیم یک بکتری که آلوده شده به وایرس بکتری یوفاش بکتری ها سرعت تقسیم شدن بالایی داره باز بعدا با اینا بیشتر آشنا میشیم هر 20 دقیقه اینا تقسیم میشه ای که تقسیم شد همین تو که ماده وراثتی خود تقسیم میکنه زیاد میکنه ماده وراثتی وایرس هم همراه خودش زیاد میکنه این ماده وراثتی خودش است و این بخشی که به یک رنگ دیگه برای شما کشیدم ماده وراثتی وایرس است همین تو ای زیاد میشه بازی خودش دو تا این خودش دو تا هر کدام دو در زمان کوتاهی مقدار زیادی از ماده وراثتی وایرس تولید میشه و تبدیل به وایرس اولیه و وایرس زیاد میشه و بکتری را پاره میکنه و وایرس ها در طبیعت آزاد میشه باز رفته یک بکتری دیگر را پیدا کرده در سطح از او پس همین چرخه دوباره تکرار میشه حالا ما برای شما این آلوده شدن بکتری ها را به وسیله وایرس هایی که لاروه بقه شکل هسته نشان در اینجی تصویر شما ایره مشاهده میکنید که یک وایرس خود به باکتری رسانده و ماده وراستی خودش به داخل به داخل بکتری ها تزریخ کرده این ماده وراستی چسبیده به ماده وراستی بکتری ها و تقسیم در این تصویر کنار شما مشاهده میکنید که از شماره یک به شماره دو سه و همین چرخه تکرار میشه و همراه با تکثیر بکتری ها وایرس ما هم تکثیر پیدا میکنه زیاد میشه تا سرانجام در شماره پنج دیگه بکتری پر شده از وایرس ها و ای پاره میشه و وایرس ها در طبیعت آزاد میشه وایرس ها که در طبیعت آزاد شدن یک ویژگی خاصی دارن به همین ویژگی بود که ما اینا را نمیتانیم یک موجود زنده حساب کنیم و نه یک موجود غیر زنده حساب کنیم چرا چون این ویروس ها این ویژگی را داره که وقتی وارد بدن یک موجود زنده شد اونج فعالیت حیاتی خود انجام بده تقسیم بشه و زمانی که از بدن از این موجود زنده خارج شد پس غیر زنده بشه و دیگه هیچ فعالیت حیاتی دیگه ای را انجام ندیه برای هسته که ما اونا را نه زنده و نه غیر زنده حساب میکنیم و تحت عنوان خانواده ویروس ها برای خودشان نام خود از اینا را قرار میدیم اما این وایرس ها در بدن موجودات زنده چه حیوان و چه نبات چه بیماری ها و چه امراضی را ایجاد میکنه چند تا از این امراضه که در بدن حیوانات و انسان ها هست ما و شما میخوانیم تا با این امراض بیشتر آشنا شویم اولین امراض وایرس که وایرس در مشکلاتی را که برای انسان ایجاد میکنه یک مشکل پوستی هسته یک امراض پوستی بسیار معروف به نام چیچک هسته که در بعضی از کتاب ها همو آبل مرغان هسته یک موضوع را برای شما بگیم که شاگردای خوب ما که ای بیماری را فقط کودکان نمیگیرن اگر کسی در بزرگسالی مبتلا به بیماری چیچک شوه یک حالت خیلی شدید تری از او هسته که یک زخم های دردناک تری را برش ایجاد میشه که در این تصویر هنوز خیلی هم شدید نشده نشان میده تحت عنوان بیماری زونا یاد میشه اما بیماری چیچک در اطفال همراه دانه های سرخی هسته که حالا در تصویر شما میبینید این دانه های سرخی که سر از اینا آب داره و بسیار هم خارش داره این بیماری توسط وایرس به انسان منتقل میشه بسیار بیماری همگیرم است مصری هم هست و در مابین کودکانی که با یکدیگر بازی میکنن اگر تماس پوستی داشته باشن در کنار همدیگه بشینه با همدیگه بازی بکنه ای از یک فرد به فرد دیگه به راحتی منتقل میشه ما با زدن واکسین ها از شدت از این بیماری ها می توانیم کم بکنیم کودکان ما که واکسینه میشن مبتلا به چیچک میشن اما بسیار جزی و سطحی اما در گذشته این بیماری چیچک یا بیماری آبل مرغان تلفات زیادی داشت و کودکان بسیاری را در سر تا سر دنیا اونها را از بین می برد بیماری های یا امراض وایرسی دیگه در انسان شامل یک بیماری کلچک یا اوریون هسته این بیماری کلچک همون تو که در شکلم میبینید یک طرف گوش بچه ها ورم میکنه بزرگ میشه کلان میشه و بسیار دردناک هسته طوری که همون طفل آب دهان خود قرد داده نمیتانه این قدد لعابیه دهان هسته که وایرس به داخل ازوران رفته و اونها را دچار اختلال کرده و این قده ها بزرگ و متوری شده هست. ای هم یک بیماری مصری هسته و از یک فرد به فرد دیگه براحتی از تماس پوستی، از راه بزاق دهان، آب دهان، خوردن استفاده از گلاس، استفاده از قاشق و ظروف غذای مشترک براحتی از یک کودک سالم از کودک بیمار به کودک سالم سرایت میکنه امراض دیگری هم وایرسی منشأ وایرسی دارم من جمله آنفولانزا که همون سرماخوردگی هسته سرماخوردگی ها در چند روز اول وایرسی هست که یک آبریزش داره از چشم و بینی اما اگر این سرماخوردگی ها پیشرفت کنه این سرماخوردگی ها افونی میشه و تبدیل به آنفلانزا میشه که همراه با تب و سرفه های شدید هسته حالا ما و شما در این دو سال گذشته با یک سویه ازی ویروس ویروس آنفولانزای جایش پیدا کرده به نام کرونا آشنا شدیم و دیدیم که چقدر می توانه برای زندگی و حیات ما و شما تاثیرای سو و بدی داشته باشد این ویروس ها ویروس های آنفولانزا هستند که جایش پیدا کرده جایش از اینا را سالهای بعد می خانیم. تأثیر تاثیر تغییراتی در ماده وراثتی از اینا که یا دی بود یا رن ای دیگری بیماری وایرسی در انسان سرخکان نام داره سرخکان هم از جمله امراض وایرسی خطرناک هسته که در گذشته بسیاری از اطفال در گوشه و کنار جهان بر اثر ابتلا به سرخکان از بین می اما امروزه با واکسینه کردن به موقع می توانیم از گسترش از این وایرس در جامعه جلوگیری کنیم دیگری وایرسی که ایجاد بیماری می کرد فلج اطفال هست فلج یک بیماری هست که هنوز که هنوز است در بعضی از کشورهای دنیا من جمله کشور افغانستان ریشکن نشده هر از چندگاهی به درب خانه های شما عزیزان سهی می و قطره های خوراکی را به اطفال شما میدن. این قطره های خوراکی را به نام پولیو یاد میشه که همون واکسین فلج هسته که اگه خدای نکرده کودکان ما واکسین ها را به موقع دریافت نکنه اینا دچار امراض فلج میشه و تا آخر عمر از اینا ای کودکان ما از نعمت راه رفتن و از نعمت دویدن و بازی و ورزش و از این چیزا محروم میشن یک بیماری آخر دیگه هم برای شما بگیم بیماری HIV هسته که توسط وایرس ایدز به انسان ها منتقل میشه یوز بیماری های مصری هسته اما دیگه از طریق پست و از طریق غذا و از چیزان نیسته در پایان فصل بعد با این بیماری چایوی یا ایدز بیشتر آشنا میشیم که از طریق فراورده های خونی و از طریق وسایل تیز و برنده مانند سوزن پیچکاری و تیق و وسایل دندانپزشکی اگر آلوده باشه به یک فرد سالم منتقل میشه. شاگردای خوب و عزیز من امیدوار هستم که از درس امروز لذت برده باشید به معلومات صحی شما افسوده شده باشه بیماری های وایرسی را شناخته باشید و با خود وایروس هم آشنا شده باشید وایروس ها می در نباتات هم بیماریهای را ایجاد کنه فقط شامل حیوانات نمیشه اما این وایروس ها به راستی که درمان قطعی قطعی ندارند و اکثر داروها و دواهایی را که ما در های پوستی مصرف میکنیم برای تقویه ی سیستم اعضای بدن ما هسته که بتوانه به خوبی بازی وایرس ها مبارزه بکنه هرچی شما شاگردها و کودکان خوب ما از نظر بدنی و از نظر ساختار بدن شما قوی تر باشید میتونید بهتر بازی ویروس ها مقابله بکنید و به اونها اجازه تولید امراض را خود ندین گاهی وقتا این تقویت به کمک قضایه گاهی وقتا به کمک واکسینه هایی هست که ما و شما پدران و مادران ما و شما انجام میدن و انشاءالله آرزو کنیم که روزی برسه که در سر تا سر دنیا دیگر هیچ کودک فلجی وجود نداشته باشه درستان را بخوانین تا جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ و یکتا می سپارم خدا یار نگهدار شما